یک بار دیگه تبریک باشه دستاوردا فیلم ها و امیدوار هستم که روز در اینجا برنامه دیگه داشته باشیم از افتتاح و از صدا و شور و هیجان مردم رابطه به فیلم توره انشالله وعده میدم که انشالله با مو میارای خوب و درستی فیلم توره را شوت کنیم که البته شخصی هم که در پالوی ما هستن و شخصی هم هستن که همگی افغانستان رو میشناسن انجینر سب لطیف هستن ما امیدواری زیاد دارم در فیلم توره انجینر صاحب لطیف احمدی را چطور پیدا کردین و وا شما را چطور پیدا کردن انسان خیلی کنجکاو و خیلی دقیق خیلی اساس از این سناریو ما در جریان هستیم قرار بود که این سناریو را در شمال از کشور در طرف مزار شریف و سمنگان اینجا تصویر برداری شود و برما میگفت که ما در این سناریو خود باید برما پهلوانا را پیدا کرده بودی کسایی که چپانداز است کسایی ای که کت انجینر صاحب چطور سر خوردین ماشاءالله دیگه یه اندام دیده دیگه شاید اونجا سوال پیدا نشه که بگه که خودت نیستی دیگه اونر پیش ما قربان لطفتان محب صاحب عزیز در فیلم پرنده پرنده نبود که من وارد دعوت کرده بودم رئیس افغان فیلم انجینر صاحب عارفی بودن دیگه دوستای دیگه بودن خداوند مغفرت کنه جوانشیر ایدری وا بودن انجینر سب لطیف بودن ما یک 7-8 نفر فیلم پرنده پرنده را نبود فاینل که کرده بودیم برای ازوها نمایش دادیم و نظر ازوها را خواستیم چه قسم است در بین فیلم پرنده پرنده نبود که انجینر سب لطیف گفتن که من آل شخصی که من پشتش میگشتم پیدا کردم با آخر فیلم مرا در بغل گرفتن و گفتن که من خودتا میخوایم از نزدیک یک بار ببینم و برای خودت یک پیشنهاد دارم و مرا در دفتر خود دعوت کردن دفتر خود دعوت کردن با اونجا رفتم دیگه دوستان تشریف داشتن بودن و گفتن که فیلم توره یک فیلم تاریخی است یک داستان تاریخی است قصه یک جوان است جوان تخاری است و در سمت شمال اما گفته شما شد میشه همین قسم است من حال هنرپیشه فیلم توره را پیدا کردم و من خود توره را پیدا کردم وقتی که قصه را برام کردن داخل داستان گفتن چه قسم خود یافتی در فیلم یا نه در داستان توره من گفتم انجینر صاحب من فکر میکنم این لحظه که من پیش شما شده هستم من فکر میکنم توره هستم آخه اما بود که با هم فیلم توره را آغاز کردن ماشاءالله با امید تکمیل شدن از این فیلم تاثیر برداری و ایدت و منتاجش و بعدا بروی پرده و امیدوار هستم که در جشنواره های مختلف کاندید شوه و با دستاوردهای پر مثل فیلم پرنده پرنده نبود در خدمت مردم علاقمنده باشه فیصل جمالیار فیلم های پرمصرف می سازه و در نقشا خود خیلی راحت پیدا میکنم دیمت افغان نقش یک جوان باسواد بااستعداد در پرنده پرنده نبود یک جوان مجبور کسی که پرنده داره و روزانه در کوچه کافروشی میره و باید نزد پرنده به فروش برسه و در تورم یک پهلوان شجاع و دلاور که در بین مردم نام خاص و نشان خاص داره این توره خب تا حالا تکمیل نشده؟ بله شد امت افغان چقدر بزنس کرد؟ چقدر پولدار شدی؟ گفته اگان داد چقدر گپ ها هم هستنه چقدر پوزت بلند شده و چقدر بینیت بلند شده اگه اون موضوع می بود که در فیلم های افغانی پیسه دار شه یقینا حال زیادتر مردم رو می آوردن در سینما و پرودوسر فیلم می شدن فیلم های افغانی به خودتان معلوم است محب جان عزیز که
وقتی که مصرف کردی دیگه اون پیسه رو به دست نمیتونی گرفت آوردم. و ما خوشبختانه اولین فیلمم بود، من امکانات داشتم در استرالیا در شهر سیدنی و فیلم احمد افغان در ریدینگ سینما، یک سینمای آمریکایی بود، در اونجا من نمایش دادم که البته ما پیشنهاد که کردیم رفتیم با او کسی که سینما را پیش می برد با او نفرش صحبت کردیم، رئیس سینما، و گفتند که فیلم افغانی را ما به هیچ وجه تا به حال به سیدنی، با او هم بزرگترین سینمای سیدنی استرالیا، فیلم افغانی را نمایش بدیم. ای بخی کار جالبه است، یعنی بزنس نمی کنه، یعنی شاید تکتش فروخته نشود. و بالاخره من برش گفتم من قرارداد میکنم برای 3 روز، تو پیسه خود بگی ای که من بزنس کردم نکردم. برای 3 روز در ظرف 1 روز تکتایش آنلاین از همین 3 روز فروخته شد. وقتی که با فروش رفت، خود رئیس سینما پیشنهاد کرد که برای 10 روز ما قرارداد میکنیم، قراردادم شکله که ما کت شما شریک میشیم. باز برای 10 روز دیگه فیلم احمد افغان در ریدینگ سینما قرارداد شد که خوشبختانه یک اندازه پیسه به دست ما اومد و او را من برای تیم و دوستا و اندیوالا و کسایی که اونجا زحمت کشیدند او را تحفه دادم. این بزرگواری شما رو نشان میده و در تاریخ سینمای افغانستان ما تعداد محدود از جوانا را داریم که یکی شما هستین که واقعا صادقانه فداکاری نشان میتین، از سرمایه شخصی خود مصرف میکنین، یکی دوباره او را تکمیل میکنه، بودجهش هیچ وقت بالاش فکر نکردین. ما بارها از زبان خودتان در سخنرانی هایتان، در افتتاح فیلمتان شنیدیم. این خودش یک اعتماد به نفس بالا کار داره که ماشاءالله شما ای را دارین و افتخار مردم افغانستان هستین، افتخار سینمای افغانستان هستین. این حال این قهوه سرد شد یا نوشو جان میکنین؟ حتما. این حال یک کم ذره سوال ها را دیگه باید تاور پرسان کنیم که علاقمند ها این حال دواره اونر پیشه جوان ما که دهی شب روز فیلمایش دیگه غوغا برپا کرده. در کشور هند سفر کرده بودین نه؟ در اونجا بله. میگن خیلی روزای تاریخی و جای تاریخی و سنای تاریخی از آرونجان عزیزی هم قصه کردن و خودم هم در جریان هستم. بله. در اوتلای وی آی پی هم حتما اونجا جای چیزا گرفتین دیگه، خود چون هند از دیگه بخواین نخواین اونجا. میگن تا که خودتان دیگ نکدین، میگه از غذای تلخ از اونجا میگه هیچ نوش جان نکده بودین، واقع داره؟ ولی من خو غذای بسیار تلخ تند تیز دوست دارم، ولی دوستایی که با ما بودن و با دوست نداشتن غذارم. روز اول ما یک خانه گرفتیم، من خستم یک صبحانه برای خودبار صاحب آرونجان عزیزی تهیه کنم. وقتی که دیدم همه چیز اوکی است هست، ولی چالان نمیشه، گاز چالان نمیشه. یار خستاندم گفتم بخزن که یک صبحانه جور کنیم، ولی من نمیتونم گاز چالان کنم. ما برای یک روزی خانه را گرفته بودیم از دوستا و بعد از اون جای دیگه داشتیم که امو تیم ایندی بر ما گرفته بودن. وقتی که آمدیم همه چیز بود، اما پایپ که در گاز و در وصل میشه اما پایپ نبود، پایپ گاز نبود. بالاخره من یک سلات جور کردم و از شوخی مرچای بسیار تند بود، در سر کل نانا ایر خوب شقاندم، آوردم گفتم مالا چای خونیسته انمی سلات بگیرین که نان گرم بخوریم. وقتی که یا خوردن قطبیار صاحب میگه من خو مرچ نگرفتم، دانم چرا تون شده؟ گفتم نمیفهمم. من خب هر چیزی که میگیرن او تون دست. آخر گفت که یار شما بخورین، من نان خشک میخورم. اما نان خشک او گرفته قطبیار صاحب گرفتن که میخوردن، میگم این نان خشک زیام تون دست بلیاد.
یک چیز دیگه پیدا کنه. باز من برای شما گفتم، گفتم من برای شما شوخی کردم، مثلا نان و مرچ شاونده بودم. جمالیار صاحب ماشاءالله از شما خوب، روز روزگار زندگی خوب است، حداقل یک بزنسک خوردم دارین. نال همه سینماگرای بزنسمن که سینماگرای نرمال یا مثلا کسایی که در کارهای رسانه هستن از شما همون تو شده اتفاق غلطیده، مثلا از ما کریم دندان خلاص شده، باز همی خود همی کریم دندان هم قطیگه کشه، تمام ایتیم تمام ایتیم، باز هم آخر کم که میمونه رو پچک کنیم، باز کریم در برس دندان می بازاره دادن. ای تو وقت اتفاق غلطیده با شما یا از شما تو علایده علایده ماندگی زگر نیم از این استفاده کن کم از این استفاده کن؟ من خودم دوست دارم مثل عام مردم خود باشم، و اما قسمه که شما گفتین که یک چکرم من در کریم دندان نمیمانم. بلا تا کریم دندان خلاص نشه من مطمئن نشم کریم دندان دیگر رو باز نمیتونم. و چرا که همگی ما و شما انسان هستیم، همگی همون درک باید داشته باشن، همون احساس باید داشته باشن که دیگه هم وطن ما چی میکنه و ما باید چی کنیم. و او کار من دوست دارم مثل هم مردم خود باشم. در کشور این با سینما این کار کردین، در اونجا دخترای فیلم و بچه های فیلم هم دیده باشین، تو کدامش پرزم رفتی که در فیلم ما کار نمیکنی؟ پرزا خو نرفتم، در مثلانه میدان هوایی که بودم، اما دختر که مرا اشتباه میگیره که امچیره بیادرش هستم، وقتی که او آمد تک اول، وقتی که او آمد مرا در بغل گرفت. بعد از خودگاه سه آمد گفت چی گفت هست؟ گفت این زیاد میجاز بده جانم. گفت خیر از خوب فیلم هست اینجا خیلی هست دیگه. پرزا نرفتم، با زیاد کرکترهای اندی سر خوردم، ششتم، تفریح رفتم و زیاد میمونه وازی کردن، خوش هستم. بار اولم نبود، من چندین بار در هند سفر کردم و هر بارم یه خاطره خوب مانده در ذهنم. مثل سینمای هند یا دیگه کشورها هنرپیشه‌هایشان ما میشناسیم، در هند هم از هنرپیشه‌های ما شما کسی را در اونجا میشناسن که کسی دیده باشه افغانستان یا از سینما حرف زده باشین گفته باشه آه پلانی؟ ایتو اتفاق غلطیده؟ در کمپانی رفتیم دعوت شدیم، او کمپانی افغانای ما شما رو مشناخ، البته بزرگای سینما رو مشناخ و یک اندی مرا گفت، گفت که شما صدیق برمک از نزدیک هم میتونین دیده. بسیار گپ جالب بود برای من و من گفتم از نزدیک هر دقیقه هر لحظه ما خواسته باشیم میتونیم دیدن. گفت خوش به حالتان که او تو یک آدم قوی دارند در سینمای افغانستان. بله شما خیلی دقیق انتخاب میکنین، خداوند جایشان جنت داشته باشه. آقای قطبیار اولین کارگردانتان، میرویس آرش دومین کارگردانتان، انجینر صاحب لطیف سیمین کارگردانتان، چهارمین خدا در برمک صاحب نزدیک نکردیم؟ برمک صاحب قسمه که من بر از او زیاد احترام دارم و او هم زیاد لطف میکنند، من را دوست دارم و یادم رفت که از طریق این برنامه زیبایتان جناب برمک صاحب هر جای که هستن سلام های خودت تقدیم کنم و در هر گوشه کنار دنیا که هستن خوش و سلامت باشند. مروجان و آرش خوشبختانه برمکسب برا ما معرفی کردن و برمکسب گفتند که جوان نیرومند، جوان پرکار و جوان با استعداد هست، تو میتونی راحت با مروجان و آرش کار کنی. البته به ارتباط فیلم پرنده پرنده نبود و در پشت صحنه کلن کار مربوط برمک صاحب بودن، یعنی مشوره میدادن در هر کاره. بله و من خوشبخت هستم که همچون شخصیت های
مرا قبول میکنن و داپالوی خود میگیرن. بسیار خوش هستم. جا افتخار است که یکی از جوانای صادق و اماتور در سینمای افغانستان میایه و در بین بهترین ها و طور مطرح میشه که علاقمندی بزرگای سینما بیشتر میشه که امروی از او فیلم و کارهای داشته باشه. براتون من فقط آرزو میکنم یک بار دیگه در برنامه خودتان، برنامه نما، ای را فکر میکردین که 3-4 فیلم کامیاب برآمده باز یک بار در برنامه نما میاییم؟ جا داره شخصا از خود شما تشکری کنم محب جان عزیز. واقعیت جوان پرکار هستین، واقعیت شخصی هستین که من در برنامه ها زیاد برنامه ها شما رو دیدم که برای سینماگرا، برای سینمای افغانستان خدمت میکنین. واقعا جوان پرکار، پرتلاش و دلسوز. افتخار بخشیدیم به برنامه خودتان از اینکه دعوت ما را لبیک گفتیم. با وجود که مصروفیت هایتان بیشتر بود، بازم وقت گذاشتین، آمدین، اشتراک کردین و تعداد سوال های ما که کمی کاستی هایی داشته باشه با بزرگواریتان ببخشین، جواب های خوب داشتین. انشالله که در افتتاح فیلمتان باشیم با شما و روزایی که فیلمتان در روی پرده برای در برنامه باشیم با شما، بر شما کامیابی های بیشتر و بیشتر آرزو داریم. انشالله که در برنامه های بعدی امرای ما باشین. تشکر از لطف شما، تشکر از اینکه در برنامه زیبایتان در تلویزیون آینه مرا دعوت کردین، افتخار بخشیدیم. قربان و لطفتان، سلامت باشین. یک بار دیگه خوش آمدین. تشکر، سلامت باشین. دوستای عزیز، برنامه نما ادامه داره. بعد از یک وقفه ما از بخش کمدی در سینمای افغانستان جوان با استعداد را داریم کنار ما که صحبتهای خیلی جالب همراهشان می داشته باشیم رابطه به فیلم هایشان و کارکردهایشان. یک وقفه.